منطقه‌ای رو که الان مشاهده می‌کنید مسیریه که راه ماشین نداره، یعنی باید پیاده این مسیر رو طی کرد. پپوزا آنتیک کوی در واقع یک اثر تاریخی و بسیار کهن مربوط به دوران دقیقاً بعد از میلاد عیسی مسیح، دقیقاً دورانی که عیسی مسیح طبق کتاب مقدس به آسمان میره، شاگردانش رو توسط روح القدس هماهنگ میکنه که برن و قومها رو بشارت بدن. شاگردان عیسی مسیح هر کدوم به مسیری میرن، گروهی از اونها از این مسیر حرکت میکنن، یعنی وارد خاک ترکیه کنونی که میشن این مسیر رو میگیرن، معروف به کریستیان یول یا راه مسیحیت. الان هم گاهن اروپایی‌ها، کسانی که به هر حال تاریخ مسیحیت رو دارن دنبال میکنن، میان و همین مسیری که الان میخوایم با هم بریم رو دنبال میکنن، عکس میگیرن، خاطره مینویسن. چرا؟ چون بعد از طی 20 دقیقه 25 دقیقه پیاده روی ما میرسیم به یک کلیسای بسیار قدیمی، کلیسای مربوط به همون دوران. با ما همراه باشید تا برسیم به پپوزا آنتیک کوی. شما در خط زمانی اکنون حرکت میکنی، از دیدن چیزهای زیبایی که در مسیر سفرت هست لذت میبری، یک هدفی رو در ذهن طراحی کردی، رسیدن به یک مکانی، حالا یه اثر تاریخی یا یه جاذبه طبیعی فرق نمیکنه، یه هدفی داری. حالا تو مسیر رفتن و رسیدن به اون هدف داری حرکت میکنی. یه نکاتی رو باید رعایت کرد، یه نکاتی رو باید بهشون دقت کرد. یکیش آبه. آب رو جرعه باید نوشید. یه جرعه آب کافیه تا شاید یه ساعت دیگه، چون معلوم نیست پیش رو چه اتفاقی میفته، معلوم نیست اصلا آب هست نیست، چشمه‌ای هست نیست. بنابراین با او همون حداقل آب باید سر کرد، باید دوام آورد و ادامه داد. سفر همش تجربه است، همش درسه. سفر یک استاده، سفر یک آموزگاره که تو رو پخته میکنه. چرا شعرهای قدیم خودمون گفتن که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی؟ الان یه چیزی نزدیک 15
15-20 دقیقه است ما داریم یه مسیر بسیار صعب العبور و سختی رو طی میکنیم. دریغ از یک راه خاکی، دریغ از یک دوستای کوچک، دریغ از یک شخصی که ما ببینیمش و ازش یه اطلاعاتی راجع به منطقه بگیریم. این اثر تاریخی که حالا جلوتر میریم و میبینید هر تو دور افتاده، در حالی که یک اثر باستانی هست و البته برای مسیحی‌ها خیلی جایگاه مقدسی داره، مهجور افتاده. حالا ما هم بلد نیستیم داریم میریم. امیدوارم که وقتی پیداش کردیم متوجه بشید که چه جای زیبایی، چه جای تاریخیه و ارزش این رو داشت که ما این مسیر رو بریم. جنس این صخره‌ها و سنگ‌ها به گونه‌ایه که در اثر ریزش باران فرسایش پیدا کردن، یعنی حفره‌های قارمانند ایجاد شده. به نظر میاد که گاهن به خاطر جنس این سنگ‌ها انسان‌های عصر کهن میتونستن دخل و تصرفی توشون بکنن. یعنی الان اگر مثلا اینجا به این شکل هست، اونها میتونستن سکو ایجاد کنن، میتونستن پلکان ایجاد کنن و این بشه یه مقری، یه جایگاهی. خیلی هست شکل همین اینجا تو این منطقه و تو این دره زیاد هست. حالا ما به دنبال خود اون کلیسای کهن هستیم، هنوز پیداش نکردیم. فکر میکنیم اگر همین دره رو ادامه بدیم به نتیجه برسیم. بعد می اومدیم اینجا، قرارمون این بود ولی ایشون نمیدونست ما با علی بسته بودیم. والا ایشون اینجا رو هدف قرار داد. زندگی ما انسان ها بسیار شگفت انگیزه، بسیار عجیبه، پر از سوال و معماست. یقینا علم ثابت کرده که ما از کهکشان ها اومدیم، ما زمینی نیستیم. اینجا خونه ما نیست، اینجا مادر ما نیست، ما فراتر از این مکانیم، ما از کهکشان ها اومدیم. حالا میلیارد ها میلیارد کهکشان در این عالم هستی وجود داره. یکی از کوچکترین کهکشان هاست کهکشان راه شیریه، یکی از کوچکترین مکان هاش کره زمینه. کره زمین هم خودتون میدونید به هر حال قاره های مختلف داره. یکی از اون قاره ها قاره آسیاست، یه بخشیش خاورمیانه است، یه بخشیش ترکیه است. باز دیتیل کنیم، یه شهر کوچولو توی ترکیه است به نام اوشاک. باز دیتیل کنیم، یه روستای بسیار زیبا در حاشیه شهر اوشاک هست به نام اولوبی. باز دیتیل کنیم، پپوزا آنتیک کنتی،
این جایی که الان من هستم. ببینید من کجام؟ هیچم، هیچ. حالا اینجا دنبال چی میگردم؟ دنبال یه سرنخ که شاید ما رو دوباره به کهکشان ها وصل کنه. Geçen bura. ببینید مردم ترک مخصوصا مردم روستاهای ترکیه اینجوری هست. وقتی یه گردشگر میبینن که سرگردان شده توی طبیعت و به دنبال مقصدش هست همه جوره دریغ نمی کنن. ممکنه اسمی ندستن مصطفی، ممکنه مصطفی بی اون ور خانوادهش منتظرش باشن، ممکنه خیلی کار داشته باشه، اما همه رو میذاره کنار میاد ما رو برسونه، میاد به ما کمک میکنه. این نشانه مهمان دوستی به قول خودشون مسافر پروری مردم ترکیه است و قابل تحسین، قابل تقدیر. هاریکا دارن، آفرین دارن، درود بر مردم روستاهای ترکیه. این نمیشه. Yer altından su çıkıyor, aşağı iniyor. Allah'ın duası. Anladın mı? Bereket. Şimdi aşağı çeşme yaptılar. Bu su mesela şu suya ondan. Bak o sudan içiyor. O tarafta. O da çeşme var. O su şeffaf. Şeffa yer altından çıkıyor. Abi şeffa bakşı inci. Ya burada abi bilseniz sizi gezdirecek adam olsa burada çok güzel yerler var. Evet bu şeffa su. Çok güzel. Burada daha önceden Bizanslılar. Bizans. Tabii canım Roma. Evet mesela. Roma. Bunlar mesela burada çok büyük yaşantı olmuş. Tabii Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk evet. Cumhuriyeti kuruyor atamız. Evet. شاگردان پولس رسول راهی این سرزمین زیبا شدند. هدف اونها این بود که کتاب مقدس رو برای دیگران تشریح کنند، توضیح بدن، بشارتشون بدن، از عیسی مسیح بگن. اونها در طول این مسیر مکانهایی رو انتخاب کردن مثل این دره. با خودشون گفتن اینجا میتونه یک مکانی باشه. شما اصلا مقایسه نکنید زندگی انسان مدرن که الان شما درش هستید با اون زمان 2000 سال پیش. اون زمان اینجا سرزمین هیتیت ها بوده. همونطور که ملاحظه میکنید این دره عمیقی یا این کانیون اسم این منطقه است.
صخره‌هایی داره با غارهای بزرگ، غارهایی با دهانه‌های بسیار باز. شاگردان پولس رسول راهی این سرزمین زیبا شدند. هدف اونها این بود که کتاب مقدس رو برای دیگران تشریح کنن، توضیح بدن، بشارتشون بدن. خطرناک. داخلی بیانی مراتب رو ببینن. راه خیلی مهمه.